سلام بر شما، خوش آمدید به این بخش خبری. با من فریبا شیرازی همراه باشید با خبرهای امروز. یک باستانشناس فرانسوی که به دعوت مقامهای مسئول ایرانی به تهران سفر کرده بود، به محض رسیدن به تهران در فرودگاه خمینی به کشور خود بازگردانده شد. رمی بوشالار در حالی برای حضور در 12 گردهمایی سالانه باستانشناسان ایران به تهران سفر کرده بود که وزیر اطلاعات در جلسه‌ای که اخیراً با فعالان حوزه گردشگری داشته، دستور داده است هیچ مسافر دیپورت نشود. خبرگزاری ایسنا میگوید تاکنون توضیح دقیقی در خصوص دلیل دیپورت آقای بوشارلا ارائه نشده است. آقای بوشارلا سالها در محوطه تاریخی پاسارگاد فعالیت داشته و پیش از این نیز بارها به ایران سفر کرده بود. کتاب باستانشناسی امپراتوری هخامنشی زیر نظر وی در دیماه 92 در ایران منتشر شده است. 12 گردهمایی سالانه بین المللی باستانشناسان ایران روز 29 اردیبهشت ماه در موزه ملی ایران کار خود را آغاز کرد. این نشست 3 روز ادامه دارد. حسین ساجدینیا، فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ، در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران اعلام کرد تمام کسانی که در یکی از نسخه‌های ایرانی موزیک ویدیوی شاد ساخته فرل ویلیامز در ایران حضور پیدا کرده و رقصیدند، شناسایی و بازداشت شدند. این در حالی است که ویدیوی هپی ایرانی دست کم 1 ماه است که در شبکه یوتیوب در دسترس است. آقای ساجدینیا میگوید این جوانها با هدف بازیگر شدن در این ویدیو حضور پیدا کردند و هشدار میدهد که جوانها اقفال نشوند. افراد بازداشت شده که در گزارش پخش شده از سوی تلویزیون دولتی ایران چهره هایشان مشخص نیست میگویند اقفال شدند. در ویدیو کلیپ هپی دختران و پسران روی پشت بام و در خانه‌ای در شهر تهران می‌رقصند. این ویدیو کلیپ پس از انتشار در آمریکا به سرعت طرفداران بسیاری پیدا کرد و بسیاری در اقصی نقاط جهان از جمله بوسنی، لبنان، تونس، ایتالیا، ماداگاسکار، چین، ایتالیا و آفریقای جنوبی ویدیوی آن را بازسازی کردند. علی یونسی، دستیار ویژه رئیس جمهور، گفت صدا و سیما در جایگاه رسانه اپوزیسیون نسبت به دولت عمل می کند و به وظیفه ملی خود در قبال دولت توجهی ندارد. به گزارش پایگاه خبری جماران، آقای یونسی تصریح کرده است دولت نسبت به رفتار صدا و سیما در قبال دولت نقدهای جدی دارد. از جمله این سازمان عملکرد مناسبی در زمینه پوشش خبری سفرهای استانی رئیس جمهور ندارد. دستیار ویژه رئیس جمهور همچنین عملکرد صدا و سیما در موضوع انصراف از یارانه ها را جهت‌دار خواند و تصریح کرد اینها وقتی دلشان می خواهد فضا را چنان آماده می کنند که جامعه با تمام وجود پای کار می آید و وقتی هم که مایل به همراهی با موضوعی نیستند طوری عمل می کنند که باعث واکنش منفی مردم می شوند. رهبر جمهوری اسلامی سیاست‌های کلی جمعیت با هدف افزایش جمعیت ایران را ابلاغ کرد. علی خامنه‌ای تاکنون چند بار تاکید کرده ایران باید حداقل 150 میلیون نفر جمعیت داشته باشد، یعنی 2 برابر جمعیت فعلی. کارشناسان و جامعه شناسان به مخالفت با این طرح پرداختند. مردم نیز این سیاست جدید خامنه‌ای را جدی نمی‌گیرند، چنانچه بر اساس آمار رشد جمعیت کشور همچنان روند نزولی دارد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی خامنه‌ای سیاست‌های کلی جمعیت با هدف افزایش جمعیت ایران را پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست اکبر هاشمی رفسنجانی به رئیس این مجمع و رؤسای قوه سه‌گانه جمهوری اسلامی ابلاغ کرد. آقای خامنه‌ای در متن ابلاغیه خود جمعیت کشور را یک مقوله مهم در اقتدار ملی توصیف و تأکید کرده که باید کاهش نرخ رشد جمعیت و نرخ باروری در سال‌های گذشته جبران شود. در ابلاغیه آقای خامنه‌ای ترویج سبک زندگی اسلامی ایرانی و مقابله با ابعاد نامطلوب سبک زندگی غربی در کنار کاهش سن ازدواج و اختصاص تسهیلات مناسب برای مادران به ویژه در دوره بارداری و شیردهی به عنوان بخشی از سیاست‌های جدید جمعیتی ایران عنوان شده است. رهبر جمهوری اسلامی در ابلاغیه خود دستور داده تا با توزیع جغرافیایی جمعیت فشار جمعیتی بر منابع زیستی کاهش یابد. خامنه‌ای برای این توزیع جغرافیایی روستاها و مناطق مرزی و ایجاد مراکز جمعیتی جدید
به ویژه در سواحل خلیج فارس و دریای عمان را توصیه کرده. مکانهایی در ایران که بر مبنای آمارهای رسمی با بیشترین مشکلات اقتصادی و زیربنایی مواجهند. کاهش نرخ رشد جمعیت کشور تنها موردی است که رهبر جمهوری اسلامی آن را به صراحت یکی از اشتباهات خود و مجموعه حکومت ایران توصیف کرده است. با این وجود کارشناسان و جامعه شناسان میگویند ترویج این سیاست اشتباه است، اگرچه مردم هم به آن ارزشی نمینهند. مهرداد درویشپور در این رابطه میگوید که افزایش نرخ رشد جمعیت در شرایط کنونی اقتصادی ایران به وضعیتی مشابه کشور هند منجر خواهد شد که افزایش جمعیت در آن تنها به افزایش فقر می‌انجامد. در همین راستا چند روز پس از ابلاغ این سیاست، خبرگزاری کار ایران گزارشی از یک زوج جوان در روستای منجنیق از توابع شهرستان باغملک در استان خوزستان منتشر کرده و نشان داده که این زوج چگونه پس از 10 سال صاحب 4 بچه شدند، اما با بی‌توجهی ادارات دولتی و نهادهای حکومتی روبرو شده و از پس زندگی روزمره خود بر نمی‌آیند. به گفته مادر این خانواده، همسرش که کارگر ساختمانی بوده مجبور شده برای کمک به او در نگهداری بچه‌ها کار خود را ترک کند و اداره آموزش و پرورش هم حتی با تقاضای انتقال او به اهواز برای کمک گرفتن از خانواده‌اش که در این شهر ساکنند موافقت نکرده است. سیاست‌های ترویج جمعیت در ایران از دوران احمدی نژاد آغاز شد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین ایران برای سالها بر افزایش جمعیت کشور تاکید می‌کرد. بعد از او نوبت به رهبر ایران رسید تا در روز 19 مهر سال 1391 در بجنورد صراحتاً بگوید که سیاست تهدید نسل اشتباه بوده و باید از اواسط دهه 70 متوقف می‌شد. رهبر جمهوری اسلامی پس از آن دستور داد که سیاست‌های افزایش جمعیت پیگیری شود و مجلس و نهادها هم بر اساس فرمان عالی‌ترین مقام ایران قوانینی وضع کردند که جمعیت کشور افزایش یابد. این در حالی است که بر اساس آمارها و شاخص‌های متعددی که خود نهادهای حکومتی و دولتی اعلام کردند، ایران با همین جمعیت کنونیش با بیکاری گسترده، گرانی و تورم بالا، رکود اقتصادی و دیگر مشکلات ریز و درشت مواجه است که معیشت روزانه را برای بسیاری از مردم دشوار کرده است. علی اکبر صالحی، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفته است فشار دشمنان علیه جمهوری اسلامی به خاطر مسائل هسته‌ای نیست، اما آینده ملت ایران تضمین شده است و غرب چاره‌ای جز تعامل با جمهوری اسلامی ندارد. آقای صالحی همچنین از واگذاری بخشی از فعالیت‌های انرژی اتمی در سال‌های آینده به بخش خصوصی خبر داد. در رویدادی دیگر، نمایندگان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیروز سه‌شنبه در تهران با مقام‌های سازمان انرژی اتمی از جمله علی اکبر صالحی گفتگو کردند. خبرگزاری رویترز نوشته است این دیدار بدون پیشرفت در مذاکرات به پایان رسید. پیش از این آژانس خواستار توضیح بیشتر ایران درباره آزمایش چاشنی‌های انفجاری داده بود. این چاشنی‌ها مصارف دوگانه نظامی و اتمی دارد. ایران و آژانس توافق کرده بودند تا 25 اردیبهشت تمامی موارد موافقت شده را اجرا کنند. سوریه که در صدد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری است، از جمهوری اسلامی دعوت کرده تا بر این انتخابات که غرب و اپوزیسیون آن را نمایشی خواندند نظارت کند. مرضیه افخم، سخنگوی وزارت خارجه، اعلام کرده جمهوری اسلامی رسما از این دعوت استقبال می کند. انتخابات ریاست جمهوری سوریه قرار است روز 13 خرداد ماه برگزار شود. به دنبال دعوت سوریه از جمهوری اسلامی برای نظارت بر روند انتخابات ریاست جمهوری در آن کشور که بشار اسد نامزد اصلی آن است، مرضیه افخم گفت ایران از دعوت سوریه برای نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری استقبال می‌کند. به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی وزارت امور خارجه گفت جمهوری اسلامی همواره بر گفتگوهای سوری تاکید داشته، چرا که به زعم ما جامعه جهانی به این درک رسیده که باید بر مبنای واقعیت سوریه و احترام به خواست ملت این کشور تصمیم گیری شود. لذا امیدواریم این واقع نگری در میان تمام طرف ها لحاظ شود. در این حال باید گفت تحریک گروه های مخالف در این بحران نتیجه نخواهد داشت و فکر می‌کنیم بهترین راهکار سیاسی توجه به واقعیات سوریه است. در انتخابات سوریه که قرار است روز 13 خرداد ماه آینده برگزار شود، 3 نفر نامزد شدند.
اما به نظر نمی رسد هیچ یک از این دو نامزد تایید شده رقیبی جدی برای اسد در انتخابات باشند. اپوزیسیون سوریه، کشورهای غربی و برخی از کشورهای عربی مخالف برگزاری انتخابات ریاست جمهوری این کشور هستند. ائتلاف ملی اپوزیسیون سوریه میگوید که اسد مشروعیت ندارد. از این رو انتخابات برگزار شده توسط نظام او غیر مشروع است. مرضیه یفخم در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص پرداخت غرامت به انگلیس به دلیل خسارت‌های وارد شده به سفارت این کشور گفت: مصاحبه آقای تخت‌روانچی با روزنامه گاردین در این زمینه به طور دقیق منتشر نشده است. البته دو طرف مذاکراتی برای انجام سفر مقامات انگلیس به ایران برای ارزیابی خسارات انجام دادند که در این صورت زمینه‌های آغاز پرداختن به این موضوع شکل می‌گیرد، چون تعطیلی سفارت خساراتی داشته که باید در زمان مناسب به آن پرداخته شود. گفتنی است مجید تخت‌روانچی معاون وزیر خارجه ایران روز دوشنبه از امکان پرداخت غرامت توسط ایران به بریتانیا بابت حمله سال 1390 به سفارت بریتانیا در تهران سخن گفته بود. وی در مصاحبه با روزنامه بریتانیای گاردین گفته بود: داریم با دولت بریتانیا در مورد آنچه رخ داده همکاری می‌کنیم و امکان پرداخت غرامت بخشی از بحث‌های ما در این زمینه است. سخنگوی وزارت خارجه ایران در بخش دیگری از سخنان خود درباره سرنوشت علیرضا عسکری معاون اسبق وزارت دفاع ایران نیز با سؤال خبرنگاران مواجه شد. روز سه‌شنبه نیوزویک گفته بود که علیرضا عسکری در اختیار آمریکاست، اما مرضیه افخم در این رابطه تنها گفت: ما نگرانی خود نسبت به ربوده شدن آقای عسکری را در همان موقع به سازمان ملل و کمیته صلیب سرخ اعلام کردیم و این مکاتبات هنوز ادامه دارد و این موضوع را از مراجع ذی‌صلاح پیگیری می‌کنیم. سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران همچنین درباره مذاکرات وین 4 با بیان اینکه گفتگوها در مسیر طبیعی خود قرار دارد تصریح کرد: البته مذاکرات سخت، پیچیده و با حساسیت بوده و بسیار جدی است. وی ادامه داد: در جلسات مباحث جدی مطرح می‌شود و ما مصمم هستیم که مذاکرات به نتیجه برسد و جمهوری اسلامی مصمم به بازی برد برد است. افخم گفت مذاکرات در مسیر خود با گفتگوهای جدی‌تری روبرو شده. البته این امر قابل پیش بینی بود. پیرو گفتگوهای قبلی مذاکرات رسمی از همین دور آغاز شد که تیم ایران مذاکرات را هوشمندانه به پیش برد. سخنگوی وزارت خارجه اضافه کرد برنامه دور بعدی مذاکرات اعلام شده و ارزیابی شتاب زده نسبت به این روند دقیق نیست. پس از مذاکرات وین 4 جناح‌های محافظه‌کار و تندرو از شکست و بن‌بست در مذاکرات سخن می‌گویند، اما دولتی‌ها تأکید می‌کنند که مذاکرات به بن‌بست نرسیده است. در همین رابطه روز گذشته هم اسحاق جهانگیری با بیان اینکه مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی با گروه 5 به علاوه 1 به بن‌بست نرسیده گفت: دولت مصمم به رساندن پرونده هسته‌ای به نتیجه مطلوب است. وی همچنین ابراز خوشحالی برخی از شکست مذاکرات را اشتباه توصیف کرد. حسن روحانی نیز گفته بود که مذاکرات جمهوری اسلامی با 5 به علاوه 1 با وجود دشواری‌هایی که وجود دارد در نهایت به توافق خواهد رسید. خبرگزاری رویترز از تصمیم مسکو برای وتوی قطعنامه ارجاع پرونده سوریه به دادگاه لاهه در شورای امنیت خبر داد. به گزارش رویترز، گرچه روسیه پیشتر نیز مخالفت خود را با ارجاع این پرونده به دادگاه لاهه اعلام کرده بود، اما گنادی گاتیلوف معاون وزیر خارجه روسیه مجدداً اعلام کرد پیشنویس قطعنامه پیشنهادی از سوی فرانسه به شورای امنیت سازمان ملل مورد قبول و حمایت مسکو نیست، لذا در صورتی که این قطعنامه به رأی گذاشته شود روسیه آن را وتو می‌کند. فرانسه در 12 ماه مه پیشنویس قطعنامه‌ای را با هدف ارجاع پرونده 3 سال جنگ سوریه به دیوان کیفری بین‌المللی و پیگرد احتمالی مرتکبان جنایات جنگی و جنایت بر ضد بشریت در آن کشور را در میان اعضای شورای امنیت سازمان ملل توضیح کرده بود. روسیه که حامی بشار اسد است، تاکنون 3 بار به همراه چین قطعنامه‌های شورای امنیت علیه دمشق را وتو کرده است. یک مقام ارشد روس گفته است برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در اوکراین اوضاع بحرانی این کشور را بدتر می‌کند.
وزارت خارجه روسیه در گزارش درباره گفتگو میان گریگوری کاراسین، معاون وزیر امور خارجه روسیه، با تیم بارو، سفیر انگلیس در مسکو، بر اهمیت نقشه راه ترسیم شده توسط سازمان امنیت و همکاری اروپا و اصلاحات قانون اساسی متعاقب توافق ژنو تاکید شده است. در همین حال رهبران جدایی طلب و شبه نظامیان مخالف دولت اوکراین هم در بیانیه‌ای اعلام کردند مانع برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اوکراین در مناطق دونسک و لوهانسک خواهند شد. مخالفان در بیانیه‌ای تاکید کردند در روز انتخابات ریاست جمهوری تمام حوزه‌های رأی‌گیری این مناطق بسته خواهد شد. پادشاه عربستان شاهزاده سلمان ولیعهد این کشور و برادر ناتنی خود را مأمور اداره کشور کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ملک عبدالله بن عبدالعزیز به منظور استراحت از شهر جده به مراکش سفر کرده است. یک منبع عربستانی در این رابطه گفت پادشاه عربستان برادر ناتنی خود را مأمور اداره کشور در زمان غیبتش کرده است. دادگاه جنایی قاهره حسنی مبارک رئیس جمهوری پیشین مصر را به جرم فساد مالی به 3 سال زندان محکوم کرد. این دادگاه همچنین طی حکمی جمال و علا دو پسر مبارک را نیز به همین اتهام به تعامل 4 سال زندان محکوم کرده است. دادگاه جنایی قاهره در این حکم مبارک و دو پسرش را ملزم به بازگرداندن 21,179,000 پوند مصری، اندک کمتر از 3 میلیون دلار کرده است. مبارک و دو پسرش به اختلاس از بودجه کاخهای ریاست جمهوری و جعل اسناد رسمی متهم هستند. نماینده منصوب علی خامنه ای در سپاه در سخنانی با تمجید فراوان از رهبر جمهوری اسلامی وی را همانند حضرت علی نامید که تنها شده است. وی با اشاره تلویحی به کسانی چون هاشمی رفسنجانی دوران فعلی را با دوران پیامبر مقایسه کرده و گفته همانطور که بعد از فوت پیامبر صحابه حضرت علی را تنها گذاشتند، خواص هم خامنه ای را تنها گذاشتند. نزدیکان و منصوبان رهبر جمهوری اسلامی سال هاست که آقای خامنه ای را همچون امام اول شیعیان معرفی می کنند. به گزارش سایت بصیرت، علی سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه در 20 همایش هادیان سیاسی سپاه گفت حکومت مردم سالار سکولار در تاریخ جمهوری اسلامی همواره در مقابل حکومت دینی قرار داشته است. سعیدی جریان خط امام را به صحابه پیامبر تشبیه کرد و گفت حامیان روح الله خمینی در برخورد با علی خامنه‌ای همانطور برخورد کردند که صحابه پیامبر با حضرت علی برخورد کرد. نماینده ولی فقیه در سپاه گفته خواص جمهوری اسلامی پس از مرگ روح الله خمینی مرتکب همان اشتباهی شدند که خواص صدر اسلام پس از مرگ پیامبر مرتکب شده بودند. علی سعیدی آشکارا اعلام می کند که طرفداران آیت الله خمینی در سپاه رهبری علی خامنه ای را قبول ندارند. سعیدی این مسئله را بیشتر می شکافد و می گوید که در دوران رهبری علی خامنه ای همچون دوران حضرت علی مطلق گرایی صحابه پیامبر تکرار شده است. وی بی آنکه به نام جریان خط امام اشاره کند ابزوده اگر فرد در یک دوره پیرو رهبری است، در دوره بعد و در زمان رهبری بعدی هم باید پیرو رهبر باشد. تفاوت در برداشت از حکومت دینی، سکوت خواص در برابر عوامل فتنه و عدم توجه به عوامل پشت صحنه فتنه، 3 شباهت دیگر دوران رهبری حضرت علی و علی خامنه ای از نظر سعیدی است. این روحانی محافظه‌کار همچنین گفته عدم توجه به تفاوت‌ها و متغیرهای دو اصل 8 شباهت دوران رهبری خامنه‌ای با حضرت علی در صدر اسلام است. سعیدی در این زمینه اظهار کرده قیاس عصر علی با عصر پیامبر غلط است. صحابه می‌گفتند پیامبر با اهل قبله نجنگید، چرا علی با اهل قبله می‌جنگد؟ در عصر امام خامنه‌ای با عصر امام نیز تفاوت وجود دارد. نماینده ولی فقیه در سپاه در بخش دیگری از سخنان خود برای حکومت مردم سالاری سکولار که برخی در جمهوری اسلامی به دنبال تحقق آن هستند
20 شاخص برشمرده است. وی گفته در چنین حکومتی خواست مردم بر خواست خدا و دین ترجیح داده شده و مشروعیت رهبر از جانب مردم بوده و اعتقاد بر این است که رهبر باید سلطنت کند و رئیس جمهور حکومت. تقدیس علی خامنه ای از زمان آغاز رهبری او بلافاصله پس از مرگ خمینی شروع شد. از خامنه ای که پس از رهبری یک شبه از حجت الاسلامی به آیت اللهی ارتقا یافته بود، در آغاز تنها تمجید می شد و تلویزیون حکومتی گهگاه در مدح او سخن می گفت. به تدریج بر شدت تمجید از خامنه ای افزوده شد و مسئولان و مقامات جمهوری اسلامی و نیز منصوبان او برای ریا و تزویر و نگه داشتن مقام خود رو به اغراق گذاشته و بر تمجیدها و مدح‌های خود افزودند، تا جایی که وی را شبیه حضرت علی معرفی می‌کردند. زمانی نیز امام جمعه یکی از شهرستان‌ها گفته بود که خامنه‌ای هنگام تولد یا علی گفته است، که این مسئله باعث طنز در فضای ایران شد. بعد از انتخابات خونین 88 و با سرکوب گسترده مردم، حامیان و نزدیکان خامنه‌ای از آنجا شکست وی را در خیابان‌ها دیده بودند، بر شدت تعریف و تمجید خود و تشبیه وی به امام اول شیعیان افزودند. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه در مطلبی به نقل از یکی از دستاندرکاران نزدیک به خود از مسیح علی نژاد با عنوان خبرنگار مرتبط با شبکه‌های جاسوسی غرب نام برده و صفحه فیسبوکی آزادی‌های یواشکی زنان در ایران که توسط خانم علی نژاد ایجاد شده را برای لطمه زدن به باورها و اعتقادات مردم ایران دانسته است. در این یادداشت آمده است اگر زن علاقمند به نمایش زیبایی‌های خود است و حق دارد هر گونه که بخواهد در جامعه ظاهر شود و زیبایی‌های خود را برای مردان آشکار کند، باید حق لذت بردن برای مرد را بدون اجازه زن در نظر بگیریم. آزادی‌های یواشکی زنان در ایران عنوان صفحه‌ای در فیسبوک است که تصاویری از زنانی را منتشر می‌کند که در آن زنان فرصتی به دست آوردند تا حجابشان را بردارند و تصویری بدون روسری از خودشان ثبت و منتشر کنند. این صفحه مدت کوتاهی پس از ایجاد با استقبال بسیاری از سوی کاربران مواجه شد. پس از گذشت بیش از 10 روز از بازداشت سراج الدین میردامادی، بیخبری مطلق از او همچنان ادامه دارد. وبسایت کلمه نوشته است اظهار بی اطلاعی محسنی اژه‌ای از بازداشت این فعال سیاسی بر نگرانی ها دامن زده است. به نوشته این وبسایت، نگرانی بیشتر از آن روز که قاضی صلواتی برخلاف رویه قضایی تهدید کرده که می‌خواهد با صدور احکام سنگین راه بازگشت فعالان سیاسی به کشور را سد کند. طی هفته‌های گذشته محسنی اژه‌ای بارها تهدید کرده است در صورت بازگشت فعالان سیاسی خارج شده از ایران با آنها برخورد خواهد شد و برای تعدادی از فعالان به صورت غیابی پرونده تشکیل شده است. این در حالی است که مسئولان امور خارجه و دولت بارها از بازگشت نخبگان و فعالان به کشور استقبال کرده و خواستار بازگشت آنان به کشور شدند. رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی معتقد است فقط 15 میلیون ایرانی شرایط دریافت یارانه‌های نقدی را دارند و حدود 60 میلیون نفر از کسانی که برای دریافت یارانه ثبت نام کردند باید حذف شوند. دولت روحانی برای پرداخت یارانه ها با کسری بودجه مواجه است و از مردم خواسته بود داوطلبانه از گرفتن یارانه انصراف دهند که اکثر مردم دعوت دولت را نپذیرفتند. اسدالله عسگرآلودی رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران میگوید تنها 15 میلیون نفر در کشور دارای شرایط دریافت یارانه نقدی هستند. آقای عسگرآلودی در گفتگو با ایسنا با ابراز نگرانی از افزایش نرخ تورم گفته بعید میداند سیاست‌های فعلی دولت منجر به کاهش این نرخ به 25% شود. به افزوده پرداخت یارانه نقدی به شکل فعلی از سوی دولت به همه مردم باید هر چه سریع‌تر متوقف شود، وگرنه افزایش نقدینگی در بخش‌های غیر دولتی تورم زاست. در همین راستا برخی کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند افزایش بهای حامل‌های انرژی در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها مانع تلاش دولت برای کاهش تورم باشد.
اسکرالدی به عنوان یکی از صادرکنندگان و بازرگانان کهنه کار ایران با این نظر موافق است و در ادامه سخنان خود تاکید می کند این نگرانی وجود دارد که نرخ تورم حتی به 30% هم برسد. اسکرالدی اول اردیبهشت نیز گفته بود تورم 40% در انتظار دولت حسن روحانی است و با اجرای مرحله فاز دوم قانون هدفمند کردن یارانه ها مشکلات اقتصادی بیشتر خواهد شد. این عضو اتاق بازرگانی در ادامه افزوده ما هر آنچه لازم بود برای بهبود اقتصاد کشور به دولت گفتیم. حال اینکه دولت خود اصرار دارد به همه مردم یارانه دهد دیگر جای حرفی برای ما باقی نمیگذارد. پس از ثبت نام متقاضیان دریافت یارانه نقدی در دهه سوم فروردین دولت یارانه اردیبهشت ماه را به حساب تمام درخواست کنندگان واریز کرد و ظاهرا قصد دارد این روند را ادامه دهد. مطابق آمار رسمی در مرحله دوم اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها 73 میلیون نفر برای دریافت یارانه تقاضا دادند. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در اسفند 1392 در یک گفتگوی تلویزیونی گفته بود بر اساس آخرین آمار جمعیت ایران حدود 77 میلیون و 200 هزار نفر است، اما تعداد یارانه بگیران در بهمن ماه 174 هزار نفر بیشتر از کل جمعیت بوده است. این در حالی است که مرکز آمار جمعیت ایران را در این تاریخ 77 میلیون و 500 هزار نفر اعلام کرده است. قانون بودجه سال 1393 به دولت اجازه داده است که قیمت حامل‌های انرژی را به طور متوسط تا 33% افزایش دهد. دولت نیز اعلام کرده است که افزایش قیمت‌ها با شیب ملایم خواهد بود. اما باز هم برخی نگرانی‌ها از کسری بودجه به خاطر هدفمندی یارانه‌ها وجود دارد. دولت ایران اخیراً قیمت برق، گاز، گاز مایع، نفت کوره و نفت سفید را افزایش داده و قیمت بنزین نیز اخیراً افزایش یافته و به 1000 تومان رسید. نماینده بروجرد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ورود آقازاده ها به پرونده های نفتی از قوه قضاییه و وزارت دادگستری به خاطر عدم رسیدگی به پرونده های آنان انتقاد کرد. بهرام بیرانوند امروز در مجلس گفته است ورود آقازاده ها در قراردادهای نفتی باعث ایجاد فساد شده و این افراد اعتماد عمومی را سلب می کنند. در همین راستا علی لاریجانی رئیس مجلس ایران تذکر نماینده بروجرد را وارد دانسته و گفته قوه قضاییه این موضوع در قوه قضاییه این موضوع دنبال می شود و قاضی سراج که در بازرسی کل کشور است احکام این افراد فاسد را صادر کرده که برخی هم به اعدام محکوم شدند. رئیس مجلس ایران همچنین خبر داده غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور برای پاسخ در مورد 10 پرونده اقتصادی به مجلس می آید. و در خبر دیگر یک روز پس از آنکه احمد توکلی درباره پرونده رانت 650 میلیون یورویی گفته بود یک مقام ایران گفت این موضوع در دستور کار ستاد مبارزه با مفاسد قرار گرفته است. انتخابات پارلمانی زود هنگام در لیبی 25 ژوئن آینده برگزار می شود. قرار است پارلمان جدید جایگزین کنگره ملی عمومی شود که در حال حاضر به جای قوای مقننه و مجری عمل می کند. یک روز پس از حمله مردان مسلح به جلسه کنگره ملی عمومی، دولت لیبی خواستار برگزاری انتخابات تازه برای تشکیل پارلمان ظرف 3 ماه شد. درگیری گروه های شبه نظامی اسلامگرا و مخالفان آنها در هفته های اخیر در شهر بنغازی در شرق لیبی عده کشته و زخمی بر جای گذاشته است. در انفجاری در شهر جوس در مرکز نیجریه 2 انفجار رخ داد که نهادهای امدادی میگویند تا کنون جسد 118 نفر از کشته شدگان پیدا شده و 10 نفر نیز زخمی شدند. یکی از مقام‌های دولتی به خبرگزاری فرانسه گفته است اغلب قربانیان این 2 انفجار زن بودند. تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله ها را بر عهده نگرفته است، ولی شبه نظامیان بوکو حرام به تازگی زنجیره‌ای از انفجارهای مشابه را ترتیب دادند. در 5 ماه گذشته بیش از 1000 نفر در حملات بوکو حرام کشته شدند. در همین حال دولت نیجریه همچنان در تلاش برای یافتن بیش از 200 دختر دانش آموز است که بوکو حرام آنها را در ماه آوریل از یک مدرسه شبانه روزی در شمال شرقی این کشور ربود. سازمان بین المللی کار در گزارشی اعلام کرد کار اجباری یا بیگاری سالانه در جهان 150 میلیارد دلار سود غیرقانونی تولید می کند.
بر اساس این گزارش تقریبا دو سوم این میزان یعنی حدود 99 میلیارد دلار از سودهای غیرقانونی ناشی از فحشا و بهره برداری اجباری جنسی از زنان است. سازمان بین‌المللی کار قاچاق انسان را در رده سوم پرسودترین قاچاق‌ها قرار داده است. بر این اساس قاچاق مواد مخدر در رتبه نخست و قاچاق اسلحه در رتبه دوم قرار دارد. در پایان این بخش خبری سری می‌زنیم به کن در جنوب فرانسه و گزارش خبرنگار ما محمد رضا شاهد از این فستیوال سینمایی. با سلام، 67مین جشنواره سینمایی کن روز شنبه به طور استثنایی به کار خود پایان خواهد داد، به این دلیل که روز یک شنبه انتخابات پارلمان اروپا هست و در همون روز، روز پایان جشنواره، گزارشی رو در بخش زیر آسمان پاریس از تلویزیون ایران فردا مشاهده خواهید کرد. البته نه به طور مستقیم، برنامه‌ای است که در طول هفته ضبط شده. امسال هم 4500 خبرنگار از سراسر جهان برای دیدن 19 فیلم در بخش مسابقه و در بخش‌های مختلف شرکت کرده بودند. 1800 فیلم هر سال در این جشنواره حدوداً دیده می‌شود. در حضور فعال سینما ایران در این سال‌های گذشته فیلمی وجود نداشت، اما دو نام، خانم لیلا حاتمی و آقای عباس کیارستمی، که احتیاج به معرفی نداشتند، اعتبار دیگری را همچنان در صحنه هنری این جشنواره نشان دادند. در مورد محتوای این جشنواره حتما هر روز از بخش اخبار تلویزیون ایران فردا خبرهایی را شنیدید. نکته جالب در پرچم‌هایی را که از کشورهای شرکت کننده دیدیم، پرچم ایران و اسرائیل کنار هم بودن، البته این به دلیل حروف الفبا هست، و فیلم هایی که از کشورهای مختلف به بهانه مختلف حضور داره، از ایران به دلیل نام دو داور، داوران ایرانی، خانم حاتمی و آقای کیارستمی بود. گفتنی در این باره بسیار هست، همونطور که گفتم در جشنواره خبرها هر لحظه و هر روز، خود شهر هم خبرهای خودش رو داره که در این گزارش به صورت کوتاه خواهید دید. گفتگویی هم داریم با آقای محمد حقیقت، جزو هیئت انتخاب کننده فیلم هست برای سینمای ایران، از اون رابطه فاصله این چند سال رو بین سینمای ایران و جشنواره کن پرسیدیم که بخش کامل اون رو همونطور که گفتم روز شنبه مشاهده خواهید کرد. با این گزارش به پایان این مجموعه خبری میرسیم. ممنونم که با ما همراه بودید. به اتفاق همکارانم در گروه خبر، شب و روز خوبی را برایتان آرزو میکنم.